سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا خوشحالم که همچنان در خدمتتون هستم سال نوست سه روز بیشتر نگذشته به هر حال باز هم شادی و شادمانی و امید برای سال جدید با تاسف به دلیل مشکلاتی که در مملکت خودمون با این همه از دست دادن بچه هامون داریم ولی به دلیل سال نو امیدوار هستیم که این رویه سال همه چیز برای ایران و ایرانی بهتر و بیشتر بشه این جنبشی که به نظر من منتهی به انقلاب خواهد شد حدود چهار ماه ازش میگذره و تلاش های بسیار بسیار گسترده ای شده در داخل ایران و به هر حال به قیمت از دست دادن جون آدم ها. در خارج هم به همین ترتیب و اخیرا یک یکی دو روزی است که بحث اعتلافی به وجود آمده از چند چهره ای که در فضای مجازی بسیار شناخته شده هستند و می که اطلافی رو رسما اعلام بکنید البته این رو من خدمتون باید بگم که ما کشور شوراها و اعتلافها هستیم و در نتیجه پشت سر هم دیگه توی این چهاردهه گذشته هم شاهد بودیم که همینطور به طور مرتب این شورا و حزب و سازمان و اعتلاف و اینها به وجود آمده ولی اصل مسئله کجاست؟ اصل مسئله اینه که اپوزیسیون چه مفهومی داره؟ زمانی که پوزیسیون یعنی اون دولت، اون حکومت ناکارآمد باشه طبیعتاً خواستهای مردم بالاتر از توان اون حکومت و دولت و نمایندگانی پیدا میکنه که این نمایندگان میشن اپوزیسیون اون پوزیسیون اپوزیسیون اون حکومت به چه شکل خواست جامعه رو که بالاتر از حکومته بالاتر از توان قدرت حکومت و دولت اپوزیسیون دنبال میکنه این خواست جامعه در های مختلف اجتماعی شکل میگیره کارگران معلمان رانندگان دانشجویان بازنشستگان همه و همه اینها یه خواست سری خواستهایی رو دارن که دولت نمیتونه برآورده بکنه ها زمانی که اپوزیسیون معنی پیدا میکنه اون زمانی است که باید در مرحله اول ببینه خواستهای جامعه چیه بر اساس اون خواستها برنامه ریزی بکنه برنامه ریزی نیاز به فکر کردن داره فکر رو مطرح میکنه بر اساس اون برنامه رو اعلام میکنه به عنوان مثال اگر که مسئله کارگران در جامعه ایران سالهای دراز به قدمت بیشتر از چهار دهه دارای مشکلات عدیده بوده کار، کارگرای روزمز کارگرای پیمانی کارگرایی که هیچ حق و حقوقی حتی به عنوان روزمزد هم ندارن مسئله ده مشکلات ده معلمان معلمی که باید بتونه جامعه رو هدایت بکنه بچه ها رو تربیت بکنه وقتی که مجبور میشه چند جا کار بکنه برای اینکه حداقل اجاره خونه رو بتونه تامین بکنه یا حداقل زندگی رو داشته باشه همه اینها خواست ها در همه طبقات اجتماعی برمیگرده به اپوزیسیون خب اپوزیسیون اگر بر اساس اینها برنامه ای رو ارائه بکنه به عنوان مثال بگه که ما برای معلمان در بودجه آموزش پرورش بعد از جمهوری اسلامی چه خواهیم کرد ما برای کارگران چه روزمز چه پیمانی چه اونهایی که حتی حق و حقوق روزمزد هم ندارن چه خواهیم کرد ما برای رانندگان چه خواهیم کرد ما برای دانشجویان چه خواهیم کرد و قص هزار اون طبقه ای که به هر حال سی سال یا بیشتر زحمت کشیده حالا به مرز بازنشستگی رسیده و باید از یک احترام اجتماعی برخورد باشه میبینیم که امروز تو جامعه ما کوچکترین احترامی رو نداره و مشکلات عدیده گریبانش رو گرفته به این معنا اگر ما نتوانیم یعنی اون اپوزیسیون نتونه برنامه ای رو ارائه بکنه طبیعی است که مثل چهل و چهار سال گذشته راه به جایی نمیبره از طرف دیگه اگر که ارائه بکنه و مورد اعتماد قرار نگیره یعنی اینکه به حال حکومت بتونه ازش ایراد بگیره و کار تخصصیش رو کار برنامه رو قابل اجرا ندونه طبیعتا مردم راضی نمیشن امروز مردم ایران یکی از بزرگترین مشکلاتشون مشکلات اقتصادیه آیا همین کافی است که با مثل زمان سال 57 و گفتار آقای خمینی بیان بگیم نفت رو میاریم دم خونتون یا نمیدونم اتوبوس رو مجانی میکنیم و به همه خونه میدیم امروز باید دید که مسئله مسکن در ایران به چه شکل چه راهکارهایی رو میشه ارائه کرد که بالاتر از توان حکومت هست و حکومت نمیتونه انجام بده و اون اپوزیسیون باید بهش برسه و انجامش بده ولی یک نکته اساسی تو کار ما وجود داره اولا من قبل از اینکه وارد این مباحث بشم این به حال اسمش هر چی هست من اسمش رو اعتلاف میگذارم که این یکی دو روزه مطرح شده چند چهره بیشتر شناخته شده در فضای مجازی مطرح کردن و با همدیگه امضا کردن و میره که اون اعتلاف شکل بگیره ولی ناگزیر ناگزیر من خدمتتون میگم یکی از آرزوهای من و طبیعتا بسیارانی در داخل ایران و همینطور در اپوزیسیون برای سرنگونی این حکومت یک همچین اعتلافی، یک همچین شورایی، یک همچین نشستی باید به وجود بیاد تا بشه که این کار به جایی برسه مورد اعتماد مردم ایران قرار بگیره و وقتی مورد اعتماد مردم ایران قرار گرفت حمایت بین المللی رو به دنبالش بیاره ولی ما یک تجربه داریم یک تجربه سخت و گران قیمت به این معنا که از تا در تاریخ معاصرمون وقتی نگاه بکنیم بیشتر از 100 سال ما گرفتار هیجان هستیم هیجان ها حاکم بوده بر ما هیچگاه ما به طرف برخورد منطقی نرفتیم خیلی روشنه اگر که در همین تاریخ معاصر نگاه بکنیم 1320 مصادف با جنگ بردن رضاشاه نقش بی وی سی هیجانی که به وجود آمده به تخت نشستن محمد شاه آمدن سد ابرقدرت در ایران ملی شدن نفت بعد به هر حال کودتای 28 مرداد و در نهایت رسیدیم به سال 57 دونه دونه نگاه بکنیم ببینیم که در هر کدوم این مواردی که ذکر میشه من فرعیاشو کاری ندارم که بسیار زیاده در هر کدوم این مواردی که ذکر شده هیجان چقدر زیاد بوده یعنی اینکه این همین آخری ما گفتیم که اگر شاه بره همه چیز حل میشه تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود خیلی خوب حالا الان در مورد جمهوری اسلامی چی میگیم در مورد مصدق و 28 مرداد چی میگیم در مورد ملی شدن نفت و در مورد رضا که به حال کار کرد توی ایران همه کردن البته ولی در کوتاه مدت یک سری اقداماتی رو انجام داد همه و همه شاهد هستیم که این هیجانات به کجا انجامید و ملت ما مردم ما چه جوری گرفتار شدن امروز رسیدیم به همونجا امروز رسیدیم به اینجایی که چرا این همه شورا تشکیل میشه این همه اعتلاف به وجود میاد ولی هیچ کس نمیاد بگه که چرا دو... این همه شورا وجود داشته ما نیامدیم ببینیم چرا موفق نشده دلایل شکست قبلی رو نمیایم به مردم بگیم و مطرح بکنیم فقط بلا بینیم یه شورای دیگه تشکیل میدیم یه اعتلاف دیگه تشکیل میدیم این هفش میلیون جمعیت ایرانی خارج از کشور که به هر حال آزادی بیشتری برای اپوزیسیون بودن دارند توی این سالها اون رهبرانی که خودشون رو رهبر میشناسند خودشون رو به حال تو جامعه دارای پایگاه میشناسند آیا هیچ کدوم آمدن بگن که ما این کاری که کردیم چرا نشد و چرا میخوایم که مجددن به یک کار جدید بپردازیم ما حدود هفت سال پیش یک کار یک کنفرانسی رو در کانادا انجام دادیم تحت عنوان آسیب شناسی اپوزیسیون این کتابشه خیلی هم مشخص بود همه کسانی که میخوان جمهوری اسلامی نباشه و ایران باشه باقی بمونه میتونن بیان در اینجا شرکت بکنن بیایم بشینیم دور هم دیگه نه اینکه یه شورای جدید تشکیل بدیم بیایم بشینیم ببینیم که چه مشکلاتی داشتیم که انجام نشده ریشه یابی بکنیم ببینیم پول نداشتیم ببینیم رهبر منحصر به فرد نمیدونم شناخته شده نداشتیم ببینیم در خارج از کشور حمایت جامعه رو و در داخل نداشتیم مشکلات اون رو ببینیم چی چی اونجا بریم جلو ببینیم که چی کار میکنیم وگرنه همین ارزی که دارم مجددا یه شورای دیگه یک اعتلاف دیگه و باز هم میرسیم به همین جا که آیا، سوال مشخصه، آیا با نبودن فکر، با نشناختن نیازها و خواستهای مردم، با نبودن ده ده یک شورای رهبری، با عدم اعتماد برای این جامعه معتلف، حالا اعتلاف هر جوری که میخوایم ازش اسم ببریم، برای این شورای جدید، آیا بدون اعتماد مردم انجام پذیره اعتماد مردم چجوری به دست میاد اعتماد مردم به این ترتیب به دست میاد که هر کدوم از این اعضایی که امروز امکان اعتلاف بکنن یا بعدا باز دوباره شورای جدید تشکیل بدن بیان جلوی مردم بنشینن و مردم ازشون سوال بکنن کارنامه خودشون رو به مردم ارائه بدن و مردم اعتماد بکنن که این آدم این خانم این آقا مورد اعتماد جامعه است اگر هست میشه ولی ما نریم باز دوباره مردم غریبه بدونیم باز دوباره نصف شب بشینیم یک کاری رو انجام بدیم فردا صبح اعلامش بکنیم پس فرداش باز دوباره یک شکست دیگه رو دستمون باقی بمونه هیچ راهی برای ما وجود نداره مگر اینکه مردم خودمون رو مردم خودمون رو قابل بدونیم باهاشون مشورت بکنیم اپوزیسیون یواشکی و اپوزیسیون خجالتی هیچ راهی به هیچ جا نمیبره من باور به مردم ایران دارم باور به این دارم که اینهایی که جونشون کف دستشونه میتونن آینده ی خیلی خیلی خوبی رو برای ما رقم بزنن من به این باور خودم اعتقاد دارم سپاس گذارم.